جعبه آزادی مدعی حمله بر دروازه ورودی قطعه بدری طالبان در کابل شد. آتش‌سوزی در نیمروز جان دو کودک را گرفت. جسد یک زن فراهی پس از حدود 3 ماه در چای خانهش یافت شد. و همچنان در پایان سربازان رسیدن، گلیم طالبان برای همیشه برچیده می شود. مشروع خبرها. جبهه آزادی افغانستان مدعی شده که بر دروازه ورودی قطعه سرحدی یعنی بدری طالبان در شهر کابل حمله کرده است. این جبهه با نشر خبرنامه ای گفته که این حمله عصر روز جمعه 15 سرطان بر ورودی قطعه بدری در جاده دیمزنگ از مربوطات حوزه 3 امنیتی شهر کابل انجام شده است. طبق خبرنامه جبهه آزادی در این حمله دست کم 3 عضو طالبان به شمول یک فرمانده این گروه به نام عبدالعمری کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. با این حال جزئیات بیشتر در مورد نوعیت حمله ارائه نشده است. طالبان تا کنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده. جبهه آزادی افغانستان شب گذشته نیز مدعی حمله بر طالبان در شهرک پلیس از مربوطات حوزه 4 امنیتی شهر کابل و کشتن 2 عضو این گروه شد. آتش سوزی در نیمروز جان 2 کودک را گرفت. منابع محلی در نیمروز میگویند که در پی وقوع آتش سوزی در این ولایت 2 کودک جان باخته است. منابع به روزنامه اش صبح میگویند که این آتش سوزی صبح روز جمعه 15 سرطان در یک دوکان خوراک فروشی از مربوطات ناحیه اول شهر زرنج رخ داده است. منابع میافزایند که این دوکان افزون بر مواد خوراکی تیل نیز به فروش میرسانده است. در پی این آتش سوزی 2 کودک جان باخته است و یک مرد زخمی نیز شده است. دلیل این آتش‌سوزی گرمی هوا و انفجار بوتل پر از تیل پترول عنوان شده است. طالبان در نیمروز نیز وقوع این آتش‌سوزی را تایید کردند. این در حالی است که 3 روز پیش نیز در یک آتش‌سوزی در گمرک ولایت نیمروز یک موتر سوخت و 4 میلیون افغانی خسارت بر جا گذاشت. جسد یک زن فرایی پس از حدود 3 ماه در چای خانهش پیدا شد. مقام‌های محلی طالبان در فرا میگویند که یک مرد در این ولایت همسرش را به قتل رسانده. دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیت طالبان در فرا روز جمعه 15 سرطان در خبرنامه گفته که جسد یک خانم در روستای کاریز دوغی ولسوالی پشرود این ولایت کشف شده است. طبق خبرنامه این مرد در 27 ماه رمضان خانم خود را به قتل رسانده و سپس جسد او را در داخل خانه‌اش دفن کرده بود. طالبان گفتند که شوهر این زن به جرم قتل او بازداشت شده است. انگیزه این رویداد مشخص نیست، اما پیش از این در بیشتر موارد دلایل رویدادهای مشابه خشونت‌های خانوادگی عنوان شده است. این در حالی است که روز گذشته یک زن و شوهر در ولسوالی فرارود فرا از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. مختار وفایی در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد: یک سال پیش ملا حبت الله گفت جنگ در پاکستان جهاد نیست. این در حالی است که اندیپندنت پرژن گزارش می‌دهد ارتش آمریکا و پاکستان در خیبر پختونخوا رزمایش نظامی مشترک برگزار کرده است. این نخستین تمرین مشترک آمریکا و پاکستان در خیبر پختونخوا است. همزمان با آغاز عملیات عزم استقام، ارتش پاکستان برای مقابله با تحریک طالبان پاکستانی یک واحد پیاده نظام ارتش آمریکا با هدف به اشتراک گذاشتن تجربیاتش در مبارزه با تروریسم با ارتش پاکستان یک تمرین نظامی 2 هفته‌ای در ایالت نارام خیبر پختونخوا برگزار می‌کند. ارتش پاکستان اعلام کرد این تمرین نظامی مشترک که به مدت 2 هفته جریان دارد از روز شنبه آغاز شد. در بیانیه ارتش پاکستان هدف این تمرین مشترک تبادل مهارت‌های تاکتیکی در مبارزه با تهدید تروریسم ذکر شده است. این رزمایی در حال برگزار می شود که ایالت خیبر پختونخوا به دلیل حضور روزافزون اعضای تحریک طالبان پاکستانی به یکی از مناطق نارام پاکستان تبدیل شده. تحریک طالبان پاکستانی به رهبری نورولی مسعود از متحدان دیرینه طالبان افغانستان است که با خروج نیروهای آمریکایی و فروپاشی دولت جمهوری در افغانستان به تسلیحات آمریکایی رها شده در افغانستان دست یافت. از زمان افزایش عملیات این گروه در خیبر پختونخوا مقام‌های پاکستانی بارها از ایالات متحده درخواست کمک کرده است. بنابر اعلام ارتش پاکستان در جریان تمرین نظامی 2 هفته‌ای که در حال برگزاری از ارتش آمریکا مهارت‌های تیراندازی در جنگ شهری با بهترین شیوه‌های امروزی و تجاربش در مهار تهدیدهای تروریستی را در اختیار ارتش پاکستان می‌گذارد. مایکل اریکوریلا رئیس فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده اواسط جوزا در سفر پاکستان به ایالت خیبر پختونخوا رفت و در ملاقات با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان وعده داد که از ماموریت پاکستان در مبارزه با تروریسم حمایت میکند. مسعود خان سفیر پاکستان در واشنگتن هم یک ماه پیش در مصاحبه با دی نشنال نیوز از دولت آمریکا خواست به ارتش پاکستان برای مقابله با تحریک طالبان پاکستانی کمک کند. به گفته مسعود خان ارتش پاکستان به تجهیزات نظامی پیشرفته به ویژه دوربین دید در شب تکتیرانداز و دیگر تجهیزاتی که به مهار تحریک طالبان کمک میکند نیاز دارد.
هرچند سخنگویان کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا بارها بر حمایت از پاکستان در مبارزه با تحریک طالبان پاکستانی و دیگر گروه‌های شبه نظامی تاکید کردند، هنوز مشخص نیست آمریکا در زمینه ارائه تجهیزات نظامی چه کمک به ارتش پاکستان می‌کند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند تای عملیات از استقام در خیبر پختونخوا پناهگاه تحریک طالبان پاکستانی را در داخل و خارج این کشور هدف قرار خواهد داد، اما کارشناسان نظامی در موفقیت این عملیات ابراز تردید کردند. بخش از سران و فرماندهان کلیدی تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان و زیر چتر حمایت طالبان افغانستان قرار دارند. هرچند طالبان افغانستان حضور طالبان پاکستانی در این کشور را رد میکنند، گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین نهادهای امنیتی پاکستان نشان می‌دهد که رهبران تحریک طالبان پاکستان با استفاده از پناهگاه‌های امن در شرق افغانستان حملات مرگبار را در داخل پاکستان طراحی و اجرا می‌کنند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هفته گذشته گفت که ارتش پاکستان در عملیات عزم استحکام پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان را در خارج از خاک این کشور نیز هدف قرار خواهد داد. او اضافه کرد که حمله به قرارگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در خارج از مرزهای این کشور نقض قوانین بین‌المللی نیست، چون طالبان پاکستانی گروه تروریستی هستند و اهداف تروریستی علیه پاکستان دارد. ارتش پاکستان پیش از این در چندین مورد به اهداف در داخل افغانستان حمله هوایی کرده است. این حملات که با واکنش مقابل طالبان افغانستان مواجه شد، تنش میان رهبران رژیم طالبان و مقام‌های پاکستانی را افزایش داد. پس از آغاز عملیات عزم استقام، بسیار از اعضای طالبان افغانستان در شبکه‌های اجتماعی حمایتشان را از طالبان پاکستانی اعلام کردند. برخی از چهره‌های پرمخاطب طالبان در شبکه ایکس هم پیوسته درباره درگیری‌ها میان طالبان پاکستانی و ارتش پاکستان اطلاع‌رسانی می‌کنند و هم‌قطارانشان را به پیوستن به جنگ علیه ارتش پاکستان تشویق می‌کنند. برخی اعضای طالبان افغانستان با بازنشر ویدئوی تمرین نظامی مشترک نیروهای آمریکایی و پاکستانی در خیبر پختونخوا از فتوای روحانیون پاکستانی برای جایز ندانستن جهاد در این کشور انتقاد کردند. تقی عثمانی از روحانیون مشهور پاکستان که در میان طالبان افغانستان و پاکستان نفوذ دارد، بارها در سخنرانی‌هایش اعلام کرده است که جهاد در پاکستان جایز نیست. برخی اعضای طالبان افغانستان در دو روز این فتوای او را زیر سوال بردند. ملا حبت الله خانزاده رهبر طالبان نیز یک سال پیش در فرمان برای جلوگیری از پیوستن طالبان افغانستان به تحریک طالبان پاکستان اعلام کرد که جنگ در پاکستان جهاد نیست. گزارش بود از اندپندنت فارسی ایران که برای شما تقدیم شد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله نگهدارتان.